خب با سلام و درود دوباره به همیهنان نازنینم در سرتاسر جهان. ما گفتگویی داشتیم با دکتر حمید شفیع‌زاده درباره عجوج و ماجوج، ارتباطش با ذوالقرنین، یعنی چطوری اینا به هم مرتبط میشن، ذوالقرنین زمانه و مبحث امام زمان هم اینا رو بهش پرداختیم و اینکه الان اینا چه قومی هستن. در برنامه پیشین دکتر اشاره کردن که اینا از کجا میان و چه فساد و جنایت هایی دارن در همین زمانی که ما داریم توش زندگی میکنیم دارن انجام میدن. خب میپردازیم به بقیه اون مبحث. بفرمایید آقای دکتر، خوش آمد میگم بهتون. بسم الله الرحمن الرحیم، با و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. با عرض سلام و عرض ارادت خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، تو قسمت قبلی ما در مورد ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج صحبت کردیم و اینکه در آخر از زمان اون صدی که ذوالقرنین با رحمت الهی و به هدایت ذوالقرنین ساخته شد شکسته میشد، به خاکستر تبدیل میشد و این قوم یأجوج و مأجوج طبق آیه 96 سوره حج از هر جای و از پشت هر چیزی به طرف انسان ها حمله ور میشن و کل خلقت خدا را درگیر میکنن و از بین میبرن و سیاه و تباه میکنن. خب من در اون قسمت قبلی گفتم طبق ادعای خود انگلیسی ها و اروپای غربی قوم یأجوج و مأجوج اونها هستن و جشن ها و مراسمی که اونها مدعی هستن که قوم یأجوج و مأجوج هستن را نشون دادم. در اینجا میخوام آثار باستانی را بگم که با مشخصاتی که از قوم یأجوج و مأجوج گفتن همخوانی داره و اون را تایید میکنه. ببینین سخنم با حدیثی از پیامبر آخر از زمان حضرت محمد صلوات الله علیه آغاز میکنم که این حدیث یکی از زنان محترم پیامبر اکرم نقل میکنه، حضرت زینب، که میگه شبی که پیامبر قرار بود که به خانه من بیاد، اومد دیدم بسیار وحشت زده، مضطرب و نگران هست و مدام کلمه لا اله الا الله به زمان میاره و مثل کسی که یک مصیبت عظیم و یک بلای عظیم بهش نازل شده این گونه رفتار میکرد که موجب شد من ازش بپرسم یا رسول الله چه اتفاقی افتاده؟ آیا کفار حمله کردن؟ جبرئیل پیام عذاب فرستاده؟ گفت نه. بعد گفت با انگشت شست و سبابش یک سوراخ کوچیکی را نشون داد و به من گفت که قوم یأجوج و مأجوج در سد ذوالقرنین حفره‌ای به این اندازه ایجاد کردن. خب من همینجور که گفتم ثابت کردم که اینها همین آنگلو ساکسون ها بودن. آنگلو ساکسون ها یکی از وحشی ترین اقوام بودن که تا همین 100 سال پیش اون عادت های وحشیگریشون از جمله اینکه یه زن میتونست دو تا مرد داشته باشه، زن خرید و فروش میشد یا خیلی توحش‌های دیگه بود که ما کاری نداریم. من بررسی کردم ببینم در اون زمان که پیامبر این حدیث نقل شده که تقریبا ما بین سال 1620 میلادی و 1620 میلادی و 630 میلادی بوده، در انگلستان چه اتفاقی افتاده که موجب شده؟ چون من طبق شواهد و دلایل نشون دادم که مبدع این اتفاقات قوم آنگلو ساکسون ها هستن و یأجوج و مأجوج در واقع اینها هستن. حالا چه اتفاقی در سرزمین اینها افتاده که پیامبر اینقدر وحشت زده شد و مضطرب شد که و نشون داد به انگشتاش که به اندازه یک سوراخ کوچیک این قوم تونستن این صدر را سوراخ کنند؟ وقتی به اون تاریخ انگلستان برگشتم که اون زمان هول هوش این زمان چه اتفاق افتاده، یک اتفاق جالبی اتفاق افتاده که در واقع نشون میده که اینها تونستن صدر را بشکنن. عکس شماره 19 اونجا که خانم مهندس یه نقشه کوچیکه بیارین،
چون دو تا نقشه داریم، دو تا عکس 19 داریم. باید ببینم من وقتی که رسیدم به عکس بهتون میگم، شما ادامه بدین. بله ببینین، اتفاقی که افتاده به زعم من که حالا میگم با توجه به شواهد باستان شناسی و این موارد و این تعریفایی که من گفتم، ببینین تا سال 1627 عمده قدرت این قومی عجوز و معجوز قدرت بازویی و نظامی بود و خونریزی و اون به هر حال اون شیادی و کلاهبرداری و اون نفاق که داشتن. یک کاری که اتفاق افتاد، اولین مدرسه علمی در انگلستان در سال 627 میلادی ایجاد شد، یعنی تقریبا 1395 سال پیش. خانم مهندس وردن و اکسا هنوز نایمده، چون من متوجه شدم که این عکس چون نقشه است نمیاد اینجا، باید ببرم منیولی بیارمش اینجا. عکس شماره 19 فرمودین، میارم، شما صحبتتون ادامه بدین. به هر حال در این عکس که من آوردم از یک مدرسه دانشگاه، اولین دانشگاه یا مدرسه‌ای که در انگلستان تأسیس شد الان هستش، سان پیتر سکول. جالبه. بله بله، این مدارس و دانشگاه ها در غرب انگلستان همشون بلا استثناء به وسیله شیطان پرست ها پایه‌گذاری شدن. حتی یه سری راهبه ها هم بودن که تو اروپای غربی مستقلن یک کاری کردن، من اونها رو شامل این قضیه نمیدونم، ولی به طور کلی اون اتفاقاتی که به خصوص در انگلستان افتاد، اینها هم از زیر سر شیطان پرستا بود. اونها از قدیم اینجا نفوذ داشتن و اولین مدرسه رو ایجاد کردن که اینها مجهز شدن به سلاح نقل و قول و عقل و تحلیل و همون جنگ هیبریدی و جنگ شناختی که شما ببینید در سال 1627، یعنی تقریبا 7 سال قبل از شهادت پیامبر اعظم صلوات الله علیه، این اتفاق میفته و این همخوانی دارد با اون حدیثی که پیامبر با حالت نگران میگه که سد ذوالقرنین سوراخ شد. چون از این به بعد ماهیت سد ذوالقرنین از یک سد فیزیکی به یک سد بصیرتی و تبیینی و اینکه موضوع دیگه حالتش فرق کرد، چون اصلا موضوع آخر از زمان یک موضوع فیلم سال فیزیکی صرف نیست، در واقع یک موضوع شناختی و یک موضوعیه که برمیگرده به بصیرت و تحلیل انسان‌ها و به طور کلی زنگی که در آخر از زمان شکل میگیره یک بستر فرهنگی داره و بستر فرهنگیش غالبه بر اون بستر فیزیکی و اون نظامیگری و اون حالت سلاگت. اونها هم خیلی خیلی ما اصلا این دوتا در کنار هم میتونه قدرت داشته باشه، ولی اون چه که در واقع در این سال اتفاق افتاد، اینها مجهز شدن به مفاهیم عقلی و نقلی برای ایجاد یک جنگ های هیبریدی و شناختی. از اونجا بود که اینها مسلط شدن بر تاریخ و تمدن همه جوامع. ببینید ما خودمون تمام تاریخ ما را انگلیسی ها نوشتن. جالبه، تاریخی که مربوط به اجداد و پدران و مادران و سرزمین من هست را 25 تا 27 تا مستشرق انگلیسی و غربی که عمدتاً در واقع بگیم همشون مال سازمان جاسوسی انگلستان بودن، اینها اومدن نوشتن. برای هند همینجور، برای عربا، برای هم جالبه، برای همه جهان اونها اومدن تاریخ نوشتن، برای همه جهان اونها اومدن نقشه کشیدن، تمام نقشه جهان، تمام سرزمین ها، این منطقه فلسطین، منطقه شامات، منطقه تقریبا آسیا، همه جو چین، هر جور شما دست بزنید، هر جور استرالیا، آمریکا و هر جور شما در دست در نظر بگیرید، میبینید که اینها تاریخش و نقشش و همه چیزش رو دست گرفتن. و این از کجا شروع شد؟ اولین پله یا اولین سوراخی که در این سد ایجاد شد و این قوم یعجوج و معجوج آزاد شدن برمیگردد به سال 627 میلادی، یعنی 7 سال قبل از شهادت پیامبر. خب این اولین سند
سند بعدی که من در واقع میخوام بهتون بگم طبق اون چیزی که تاریخ گفته شده و اون تعریفی که از قوم یعجوج و ماجوج از سبک زندگیشون از اسطوره‌هاشون از افسانه‌هاشون گفته شده در واقع هم خوانی داره با اون چیزی که الان در تاریخ قدیم انگلستان در افسانه های اونها در فارت اونها هست. یکی از مشخصاتی که از قوم یعجوج و ماجوج گفتن اول از که اینها فوق العاده خونریز و جنایتکار بودن، به طور کلی برهنه بودن و بدنشون پر از تتو میکرد، یعنی سر تا پای بدن اینها پر از تتو بود. و من برای اینکه به هر حال این موضوع به شما بهتر نشون بدم تتلو رو حالا تتلو رو میخوام این عکس تتلو رو آوردم که در واقع طبق یک دیدگاه فلسفی که میگه که هر ایده و هر فکری آخرش در واقع بر میگردد به اولش. و این که میبینین این اگر میبینین در دنیای امروز میبینین به شدت میل به خالکوبی رو بدن هست، در واقع این بر میگردد به همون ابتدای این قوم، همین یعجوج و ماجوج که اینها شدیدن بدنهاشون رو در واقع تتو میکردن و شکلهای مختلفی میزدن. که حالا برای نمونه خانم مهندس شما عکس دو رو بیارین، عکس دو. خب من ببینم که اینجا میادش اینجا یا میخواد عدد فور در بیاره. عکس دو اینو قبلا هم نشون دادم، عکس یکی از همین گاگ مگاگاست، درسته؟ حالا بله همین. ببینید انگلیسی ها قبلا تمام بدنشون خالکوبی میکردن، همین انگلو ساکسون ها، و لخت و برهنه بودن. و مثلا در تاریخ داریم گوش های بزرگی داشتن که روی صورت و بازوشون اومد. اینها عکس زیاد دارم این حالته، اینها برای آرایششون از برگ ها و یا پوست حیوانات چیزی مثل دوتا گوش حیوان درست میکردن که از کناره هاشون آویزون میشد. حالا من از عکس شماره 4 رو بیارین، عکس شماره 4. شما صحبتتون ادامه بدین تا من عکس رو بیارم. ببینید در این عکس شماره 4 هم شما ببینید که اینها سر تا سر بدنشون تتو بوده و بسیار خون ریز و آدم کش و قاتل بودن و هیچ رحم و مروت و انصاف و اخلاق و این چیزها اصلا بینشون نبوده، اون چیزی که خودشون میگن. ببینید عکس 4 رو خانم مهندس. عکس شماره 4 یه لحظه. و همچنین عکس شماره 5. این شماره 4 بله. شما در همین عکس شماره 4 دوباره آنگلو ساکسون هم میبینید که یه سر در دستشه و یه سر جلو پاش افتاده. اینها از هر جنایت و قتلی هم بین خودشون خودداری نمی‌کردن و انسان‌های فوق‌العاده وحشی و خونریزی بودن طبق اون چیزی که در کتب و داستان‌ها گفته شده. یا این شماره 5 هم دوباره نشون بده که تمام بدنشون رو خالکوبی می‌کردن و این میل به خالکوبی در واقع زنده شدن روح یعجوج و ماجوج که در آخر از زمان یعجوج و ماجوج دوباره تقیان میکنن و اون سدشون به خاکستر تبدیل میشه و هیچ چیزی جلو دارشون نیست. عکس 5 آورده خانم. بله بله رو صفحه است. این عکس 19 رو هم بیارین، دوباره یکی از افسانه های آنگلو ساکسون ها و یعجوج و ماجوج اینجا با هم همخوانی داره. گاهن در چیزهایی که در تاریخ یعجوج و ماجوج میگن این هست که اینها انسانهایی بودن که در 15 متر بودن، در واقع یکی از رسوم اینها بوده یک مجسمه های خیلی بلندی مثل انسان درست میکردن که در واقع بوتشون بوده، بهش میگفتن وینگرمن یا مرد حسیری، و داخل این برای قربانی و رضای این بوتشون پر از بچه و
دختر باکره میکردن و اونها را آتش میزدن و این به شدت در میان اونها رس بود. حالا اون کسایی که از دور این قوم ها میدیدن گاهن میگفتن آقا بعضی از اینها مثلا 30 زهر طولشنه، در واقع اینها این مجسمه ها را که اینها 2-3 ماه میساختن و نگه میداشتن و بعد از 2-3 ماه اینها را آتش میزدن، وقتی اینها از دور اینها را میدیدن به تصور اینکه اینها قدر یعجوج و معجوج اینها 10-15 متر ارتفاع دارن این اشتباه را میکنن، چون جرأت نداشتن نزدیک اینها بشن و از راه دور از میون کوه‌ها و تپه‌ها گاهی وقتا اینها را مشاهده میکردن، این تصور بینشون ایجاد میشه که قوم یعجوج و معجوج اینها هستن. و همینجور عکس تتلو که وردین شماره 7، در واقع من این عکس ها وردم که ببینید یکی از خصوصیات قوم یعجوج و معجوج همین بود، اینها سر تا پای بدنشون رو تتو میکنن، مثل همین چیزی که تتلو میکنه. حالا تتلو شد از این قوم باشه الو بشنوه، الو بشنوه، ممکنه بره تتوهاشو پاک کنه، بفرمید. حالا ما این نمیخوایم، اصلا ما این برنامه هست که میخوایم به شما بگیم که قوم یعجوج و معجوج حالا از اون حالت فیزیکی و از اون حالت به قول معروف زمینی به مفاهیم عقلی و نقلی منتقل شده و قوم یعجوج و معجوج اصلا شکلی دیگه پیدا کردن و فرم دیگه پیدا کردن و به شکل دیگه اومدن. خانم زمانی شما عکس شماره 17 رو نشون بدین. عکس شماره 17 انشالله که بیاد زودی اذیت و آزار نکنه. خب عکس شماره 17 ببینید، اینم 17 است تصوری که بله بله عکس 17 هست یعجوج و معجوج بردینش. بله بله ببینید تصوری که مردم از یعجوج و معجوج دارن اینها هستن، اینها یک تصور فانتزی و ساختگیه، اینها دیگه حقیقت نداره، اصلا این شکلی نبوده، اینها به خاطر اون وحشتی که از این قوم داشتن و لباسای عجیب و غریب و اسکلتایی که به خودشون وصل میکردن، مثلا دوست داشتن خیلی شبیه خرس باشن، انگلیسی‌ها خیلی افتخار میکردن شبیه خرس باشن، سر خرس رو سرشون میذاشتن و گوشتهای دراز به خودش مثلا که به نحو بگن مثلا ما قدرت اون حیوان رو داریم، ما مثلا به قدرت اون حیوان هستیم، سعی میکردن شکلی اونها بشن یا بدنشون پر از تتو میکردن. اینها نیست دیگه، اصلا موضوع فرق کرده است. در واقع عکس 15 رو بیارین خانم مهندس، عکس 15 رو بیارین، در واقع یعجوج و معجوج های این زمان به این شکلن. 15 رو آوردین؟ بله. ببینید اصلا مفاهیم تغییر پیدا کرده، یعنی اون کسایی که الان فساد میکنن جهان را به نابودی میکشن، حتی این در یه حوزه شسا، در حوزه سلبریتی هاست، ما تو حوزه سیاست داریم، تو حوزه دانشگاه داریم، تو حوزه ورزش داریم، حالا این آوردم یعجوج و معجوج این زمان در زیباترین شکلن، ما میپرستیمشون، ما صبح تا شب اینها رو دنبال میکنیم، فالوشون میکنیم، بهشون افتخار میکنیم، روز و شب بهشون فکر میکنیم. و هنر غرب یا هنر این یعجوج و معجوج که تو قرآن هم هست، آقا از پشت هر جا میپرن و تمام صدها رو میشکنن و تمام زندگی شما رو درگیر میکنن، این هست که کاری کردن که ما اینها رو به جای خدایان پذیرفتیم. الان خدای خیلی از ما رونالدو، الان خدای خیلی از جوانه من گومز، خدای خیلی از کسای ما لوپز، نمیدونم اسمی ندارم، خدا شده خوب بلد نیستم، حالا نمیدونم، ولی همینقدر میدونم که آقا یعجوج و معجوج های زمان شکلشون عوض شده، چون اصلا داستان اون صد یک صد فرهنگیه، یک صد تبیینیه و این چیزی که این وسط ما را نجات میده، این دو تا کوه که گفتم، این دو تا کوه جمهوریت است و فوتباله، فوتبال، این نمیدونم آبی و قرمزا، اینا مردم ازشون بود میسازن. نه من با فوتبال مخالف نیستم، من خودم فوتبال کردم در حد باشگاهی هم یه چند وقتی
فعالیت داشتیم. تیم پلی اکری خدمت دوستان بودیم، حالا اون زمان آقای فیروز کریمی مربی ما بود اینا. ولی اینکه فوتبال بیاد خدای ما بشه، خب برای برخی شده بیاد خدای ما بشه، این بده. اینکه ما بیایم مثلا فوتبال از حالت یه بازی خارج کنیم و بگیم که بود و نبود و پشت اون سیاست هایی بشه، داستان خیلی عمیقه. ببین با فوتبال ما رو خواب میکنن، با بسکتبال تو آمریکا زندگی پر از تجمل و ثروتمند، یک سبک زندگی و یک آرزوی دست نیافتنی ایجاد میکنن که مهاجرت به غرب، دوزی و آزاد شدن یا حلال شدن هر کاری و کنار زدن خدا، و اینکه بتونی تا یه حدودی مثل نمیش برای دختران ما که هزاران الگو این قوم یعجوج و معجوج درست کرده. و در واقع این هم میخوام بگم آقا جوان عزیز، یعجوج و معجوج اینا هن، اگر دنبال یعجوج و معجوج میگردین جا دوری ندارین. ببخشین الان یه عجوج و معجوج هم تو فضای مجوزی اومده، الگو شده برای دخترای ایرانی. بفرمایید. حالا برای همه بسیاره و ببینین اینها فوق‌العاده حرفه‌ای کار میکنن، فوق‌العاده پشت همه چی قایم شدن و خیلی کار. و مهمترین موضوعی که اونها اینا خیلی خیلی خوب یاد گرفتن این هست که کاری میکنن که فکر میکنی این فکر خودته، در صورتی که اینها از بچگی تو را رها نکردن با کارتوناشون، با سریالاشون، با فیلماشون، تو کتابها، توی مدرسه، توی دانشگاه، آرزوها، پدر و مادرها، اسطوره ها، افسانه ها، دانشمندای بزرگ، اینها 360 درجه شما رو محاصره کردن و هر جایی این قوم یعجوج و معجوج شکلیه. تو حوزه هم ما قوم یعجوج و معجوج داریم، تو دانشگاه هم ما قوم یعجوج و معجوج داریم، تو سینما. جالبه اونجا اون آیه که گفتم که کلمه هدب و تنسلون، هدب به عدسیه محدب هم گفته میشه. اصلا محدب شنده که میگن عدسیه محدب یا مقعر، هدب از همون هدبه، یعنی حالت عدسی شکل. جالبه که شاید اشاره قرآن به همین داستان این بالیوود و نمیدونم هالیوود و این مسائل هم باشه که به قول شهید آوینی دوربین چشم شیطان میدونه، که البته ما با قدرت سلیمانی خودمون باید این شیطان رو تسخیر کنیم. حرفای من نقض یا پس زدن تکنولوژی، گرچه این تکنولوژی ساخته یعجوج و معجوج، ولی ما فعلا مأموریم که این تکنولوژی ها همینجور که گفتم استفاده کنیم، به بهترین شکلش استفاده کنیم، شکلی هم استفاده کنیم که کسی نتونه فوقش بسازه و نتونه هکش کنه. در آیات قبلی گفتم که حضرت ذوالقرنین وقتی این سد ساخت گفت سدی برات ساختم که کسی نمیتونه روش بیاد، یعنی فوقش بزنه، نه کسی میتونه نقب بزنه یا سولاخش کنه یا هکش کنه. در واقع منظورم این هست که ما باید تو ابعاد علمی و تکنولوژی از اونها سر باشیم، ولی بعد بتونیم اگر انحرافی تین علوم ها هست، فسادی تین علوم ها هست، مشکل رها کنیم. همینجوری که گفتم داستان یعجوج و معجوج اینها هستن، اینها حالا شکل واقعی یعجوج و معجوج اینها هستن. خانم مهندس عکس شماره 16 رو بزنین. عکس شماره 16، این عکس رو من نشون دادم همشونو. حالا 16 رو شما ادامه بدین میادش. من باید این رو عکس 16 استپ بکنم تا بیاد. خب خب این هم عکس شماره 16 روحانی رو داره دستش. نه عجوج و معجوج و زمانه همین موقعی ما هستم. خانم زمانی من همچه چیزی نگفتم، ولی شما آزادی ولی که فکر کنید. ولی من دارم میگم بله. من میگم که ببین من نگفتم، ولی شما آزادی که فکر کنید که مثلا اگه یه عجوج و معجوج باشه تو حوزه چه شکلیه. من همچه ادعای میگم شما میتونید آزادی هر جور خواستی فکر کنید. به هر حال انسان ها خیلی شریفی هستند، خیلی خیلی شریفی هستند و خدمات خیلی بزرگی به بعضی ها کردن که حالا خب همین رو دارین میگین،
همین دار و دسته آقای روحانی رو میگین خدمات زیادی کردن؟ من همچین حرفی نمیزنم، ولی شما آزادین اگه خواستین اینجوری فکر کنین. خب خانم، حالا شما عکس... چی میگین؟ حالا شما چی میگین؟ برای چی من این عکس رو آوردم؟ نه گفتم که همینجور اتفاقی اومده بود. خب دیگه ببینید، شما دارین منو انداختین جلو میخواین، ولی من شهامتشو دارم بگم، امیدوارم شما هم شهامت داشته باشین بگین. خیلی خب، حالا با شما دارم شوخی میکنم، ولی متوجه هستم شما چی میگین. خب بفرمایید. چیز خاصی نگفتم من، نه. این عکس اتفاقی اینجا بود که شما دیدین. بله ما فهمیدیم اتفاقی بودش. ببینین من الان یه چیزی میخواستم به شما بگم، این که گفتم اصلا داستان یعجوج و معجوج فرق کرده و اصلا اینها جوری میان که فکر کنن شما اگر برین برده این قوم بشین، در واقع فکر خودتونست و هر چه زیبایی، هر چه رفاه، هر چه عدالت، هر چه نمیدونم شکوفایی هست اونجا و اون چیزایی که واقعا یک کلم، ببین من یک کلمه ای گفتم تو قرآن که اون داستانی این بود که وقتی ذوالقرنین اومد در کوههای قفقاز، یه قومی دید یه حرف خیلی خیلی کلیدی زده که اصلا به نظر من درک موضوع ذوالقرنین همین کلمه است. میگه یه قومی بودن اونجا، یه قومی بودن اونجا خانم زمانی، اینها فقاهت در زبان نداشتن، نه اینکه نمیفهمیدن. ببین این حرف خیلی خیلی مهمه، وقتی ما فقاهت عمیق نباشیم که زبانه خودمون رو بشناسیم. ببین آقا زبان این دوره زبونه، زبان رسانه است، امروز زبان فیلمه، امروز زبان تبلیغ، امروز زبان نشانه هاست، عکس هاست. این میشه که همچین بلایی به سر ما بیاد که بیان از رادیو تلویزیون مملکت اسلامی برن یه پولم بخرن که سر تا پای این فیلم سریال قصه های جزیره رودخانه برفی و صدهای فیلم دیگه، اینها در واقع آخرش بردگی و پذیرفتن خدای یعجوج و معجوجه. ببینیم به چه زیبایی یعجوج و معجوج امروز این شکلیه. ای دختران، ای پسران، ای مردم ایران، یعجوج و معجوج اون عکسایی که از یعجوج و معجوج نشون میدن اونها رو بریزین دور. یعجوج و معجوج اینها هستن که زندگی شما را نابود میکنن، اینها هستن که اعتقادات شما را نابود میبرن و این ظلمی که صدا به سیما کرده. من یه فیلمی در این مورد ساختم که چگونه صدا به سیما با این فیلم ها اولش که موجب ظلم شدیدی به مردم کرد، بعد مهاجرت صدها هزار نخبه از ایران شد، خروج صدها میلیارد دلار از کشور، نابودی اعتقادات مردم و افزایش بی‌هویتی و خودتحقیری در زمانه که در واقع همون فلسفه یا همون خراب شدن یا خراب کردن سد یعجوج و معجوج هست که گفتم سد یعجوج و معجوج الان یک موضوع اعتقادیه دیگه، دیواره بزن. ما باید در اعتقاداتمون یه سدی محکم از آهن بسازیم که لابلاش هم با سر باز مس اعتقاد، چون چرا بعضی اعتقادات به مرور ضعیف میشه، سر میاد آهن حفظ میکنه، از پوسیدن آهن جلوگیری میکنه. یعنی ما باید اعتقاداتمون رو با چیزی، با مفاهیمی، با اعتقادی، با عشق به کربلا، با عشق امام حسین، با عنایت اونها، با اینکه هر روز با اونها ارتباط برقرار کنیم پر کنیم، مگر نه میبازیم آخر از این صد شکسته میشه. لذا میگن که آخر از زمان شما یا این دعای عهد با زمان هر روز باید بخونیم، یا اون دعایی که میگه عرفت و رسول، میگه ای خدا من تو را شناختم، بعد میگه رسول را شناختم به وسیله رسول، حالا اسم اون دعا را یادم رفته. یعنی باید مدام در خدا اون مثل مذاب در میان اون حدید خودت جاری کنی و مدام توش بدمی. یعنی این صد مخصوصا در این فشار شدید، در این فشاری که اون صد یعجوج و معجوج به خاکستر تبدیل شده، در وجودت و در اعتقادات تو حتما بین این دیوار، دوتا دیوار، جمهوریت بین دوتا کو، جمهوریت و وحدانیت
خدا که اون اعتقادات شرعی است که این خلأ وسط رو پر میکنه، که با یه سد محکمی باید ساخته پر بشه که اون سد بر مبنای اعتقادات و فرهنگ و عقیده ماست و تنها سدی که میتونه در مقابل یأجوج و مأجوج مقاومت کنه، سدیه که اول از اینکه اعتقاد به یک ولی فقیه داشته باشه، اعتقاد به ذوالقرنین داشته، حتما باید ذوالقرنین بالای این سد باشه و حتما حتما از فرهنگ تشیع علوی باشه، چون اونجا اشاره میکنه که به رحمت خدا من این سد ساختم و این رحمت فقط طبق احادیث فراوان از پیامبر و ائمه ما رحمت خدا فقط به شیعه. میتونم یه لحظه شما رو اینجا نگه دارم؟ شما دارین میگین باید تشیع باشه، میتونین یه خورده اینو عمیق ترش کنین؟ آیا شاخه های دیگر دین اسلام، اسلام ناب، آیا به اونا بر نمیخوره؟ شما دارید میگه با تشیع. یأجوج و مأجوج چنان قدرت و امکانات داره، چنان شیطان اینها را آراسته کرده، چنان تجهیزشون کرده که فقط و فقط و فقط اشارم یک قوم و یک فرهنگ میتونه در مقابل اونا بقاوت. اصلا قرآن این داستان ذوالقرنین و بابا میگه فقط ذوالقرنین زمانی توئه که میتونه این سد بسازه. خب اگر اهل تصنن ما ارادت داریم خدمتشون، اگر ذوالقرنینی دارن بگن آقا ذوالقرنین، اونا مرد، همشون مردن. تنها کسی که میگه آقا ما امام زمان داریم، ما ذوالقرنین داریم، ما ولی فقیه داریم، ما کسی داریم که نایب ذوالقرنین زمان، نایب امام زمانه و اونه که ما را هدایت میکنه و میگه اینجا این سد بساز، اینجا این موشک ها بساز، اینجا این پهباد بساز، اینجا این اقدام انجام در سوریه این کارا بکن، در اونجا این کارا بکن. چرا؟ چون اون امام زمانه که فقط از غیب خبر داره، من میتونه تمام توته های این یأجوج و مأجوج های زمان رو خونسا کنه و این توانایی درش وجود داره و اصلا رحمت خداست که به واسه. الو خانم زمان، یه لحظه قطع شد انگار. ببخشید چی شدش؟ یه لحظه انگار قطع و عصر شد، حالا ادامه ببخشید. یه لحظه قطع شده، شما دوباره از یه خورده از یه دقیقه پیش صحبتاتون رو ادامه بدید. بله، من اینم میگفتم که تنها امت و دینی که ذوالقرنین زنده است و هدایتش میکنه شیعانه. با ما احادیث فراوان داریم که بابا اهل تسنن که به هر حال جان ما هستن، ما احترام خاصی برای اونا قائلیم و برادران ما هستن، اینها مؤمن نیستن، اینها مسلمانن، اینها به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اذعان کردن. ولی از دیدگاه قرآن که ما هم قرآنی نمیتونیم ثابت کنیم، هم حدیث از پیامبر الا ماشاءالله در خود منابع اهل سنت داریم، همچنین در منابع خود اهل تشیع داریم، مؤمن فقط کسی است که به ولایت علی ابن ابی طالب و 11 فرزندش اعتقاد داشته، یعنی اون شیعه اثنا عشر باشد و به امام زمان و اینکه یه امام زمانی خواهد اومد و عدالتش رو در همه جهان گسترش میده اعتقاد داشته باشن. اونها مسلمونن، برادر ما هستن، خواهر ما هستن، باشون ازدواج میکنیم، دختر میدیم، دختر میگیریم، پاکن، پشت سرشون نماز میخونیم و خب هیچ میتونم ازتون یه نکته رو بپرسم نداریم. ولی سر این عقیده هم هستیم که مؤمن فقط کسیه که به ولایت علی ابن ابی طالب به فرزندانش اقرار کنه و عملا پای این حرف وایسه. محبت هم فایده نداره، این که بگی من دوستشون دارم، نه، باید اقرار کنی که اینها ولی خدا هم. خب میتونم شما رو یه لحظه نگه دارم؟ الان نظر شما در رابطه با افرادی که میان تو فضای مجازی و میخوان، حالا یه کسانی بودن شیعه آمریکایی آوردن، یک کسانی دیگه شیعه انگلیسی، حالا یک کس دیگه اومده شیعه زرتشتی و آریایی رو داره باب میکنه، نظرتون چیه در این رابطه؟ والا
و همزمان برای شب عاشورا اون شخص به خصوص جشن میگیره و مشروب خاری میکنه، و یا در واقع اصلا و ابدا به علی ابن ابی طالب و امام حسین و اسطوره های مذهب شیعه اصلا و ابدا باور نداره، برای خودش یک دین مندرآوردی درست کرده و کلی از مردم رو گذاشته سر کار، و متاسفانه بخش مهمی از این جماعت گول خوردن و به نام و در قالب ملی‌گرایی در واقع این شخص داره فرق سازی میکنه. میخواستم نظر شما رو درباره این نوع شیعه و شیعه هایی که یک کسانی میان باب میکنن، خب یه خورده بازش کنین که اون اشخاصی که دارن الان برنامه رو میبینن گوش میدن بدونن که در واقع چنین اشخاصی دارن با آتیش بازی میکنن و این عاقبت و آخر عاقبت خوشی نداره. یعنی چیزی نیستش که ما بتونیم از نظر ارزشی بهش نگاه کنیم، و اون شیرازه اون حرکت و اون جریانی که الان آغاز شده و اون چیز دیگه است با این تعریفی که خب حالا این شخص و یا کسان دیگه دارن باب میکنن. من میخوام شما این رو یه خورده باز کنین، مردم روشن بشه. ببینید خانم زمانی، این که اول که آدم یه نفره بره به قاضی کار درست نیست، ولی این چیزی که شما تعریف کردین که این که اصلا خیلی خطر، اگه همچی کسی باشه هستش، همه شواهدش هست. خانم زمانی، من شخصا به این نتیجه نرسیدم، نه اینکه خدا شاهد نرفتم دنبالش، شاید واقعا این باشه شایدم نباشه. اگر این گونه که شما میگین باشه، ببینید اگر این گونه که این خطرناکترین آدمه، چون ببین دوباره در فرهنگ ما همون دجال و یعج و مرد بله. بعد حضرت امام رضا یه حدیث داره واقعا تن آدم میلرزه، میگه ما شیعیانی داریم، شیعه میگه شیعه و نمیگه کسایی که از یعجوج و مرجوج خطرناکترن رو پسترن. میگه چرا؟ میگه یه سری شیعیان یا افراد اصلا حق و باطل قاطی میکنن، و وقتی حق و باطل قاطی کردن دا راه گم میشه. اینکه بعضیا بیان یه تیکه از نمیدونم ناسیونالیست ایرانی بگن، یه تیکه نمیدونم از ناسیونالیست شیعی بگیرن، یه مقدار از این بگیرن، اینا رو بزنن، یه معنی. ببینید این شخص اومده میگه که امام حسین سیاوش شاهنامه است، نمیدونم حضرت علی یکی دیگه است، برای خودش تعریف کرده، یعنی داره تعریف خب میکنه. نه ببینین من چون من خدا شاهده خودم نشدیدم ندیدم، و من اصلا هیچ کسی قضاوت نمیم، اگر همچی کسی باشه اشتباه است، خب مسلمه اشتباه، اینا اصلا تشبیه کردن، منتها گاهی وقتا تشبیه کردن به معنی این نیست که مقیاس یا اونا تطبیق بده به این، در واقع یک نوع تداعی کردنه. یعنی فیلم مثال ما میایم تو قضیه عاشورا، گاهن داستان عاشورا را با یه چیزی تداعی میکنیم، مثلا با اسب ذوالقرنین، خب اسب ذوالقرنین که خب یه اسبه، یه حیوانه، ولی وقتی بیایم اینا یه جوری داستان پردازی کنیم که داستان عاشورا را بشن، این کار بدی نیست، جای خودش هم قشنگه. حالا اگر از این جنس باشه طور نیست، ولی اگر بخواد عیناً بگه آقا معادل تاریخیش اینه، خب این که خیلی فاجعه است، این خیلی همینه، بده همینه. میگم ایشون همین چیزا رو ما یک کسی میخوایم تحلیل کنیم در موقعیت و زمان و مکان خودش و اون قبل و بعدش، باید حرفش رو گوش کنیم ببینیم اصلا چی، نه اینکه یه تیکش رو من ببارم ببینم آقا این نگو، خب آقا این که ظلمه، این که من اصلا منظورم شخصی کسی خاصی نیست، به طور کلی میگم، ولی اون چیزی که شما میگی خب این که این مسلما موجب انحراف و نابودی میشه. خب در هر صورت شما روی تشیع خیلی تکیه کردین و توضیح دادین چرا میگین تشیع و نه اینکه برادران و خواهران اهل سنت یا مذهب سنی و در واقع شاخه‌های دیگر اسلام. خب ایشون اصلا میاد میگه که اسلام همون داعشه، اسلام واقعی همون داعشه، همین این مال هفته پیشه.
و خب از سلمان رشدی حمایت میکنه. سلمان رشدی که به اینقدر توهین کرد به تمام مسلمانان جهان، طرف سلمان رشدی گرفته و میگه که امام خمینی اشتباه کرده، بی خود کرده که حکم مرتد داده، نمیدونم از این داستانا. خب در هر صورت اینا همه تمام چیزایی که دارم میگم دارم کت میکنم، یعنی واژه به واژهش درسته. من کسی نیستم که بخوام به کسی تهمت بزنم یا از خودم حرف در بیارم. ببینین خانم زمان، هر کس اینا رو گفته است واقعا حرف بی جای زد، اشتباه کرد. اگر پشتش هم ببینین اشتباه برنامه‌ریزی، ببینین یه برنامه‌ای پشت این است. اشتباه، آره همه ما اشتباه میکنیم، ولی این چیزی است که الان داره اتفاق میفته، is ongoing، داره یارگیری میکنه، شبکه سازی میکنه در فضای مجازی ایران و متاسفانه همه جا هم هست و مخ خیلی از ایرانیان خوشباور و ساده رو هم زده. خب متاسفانه این گونه هست و این فضا همطور که شما داشتین ترسیم میکردین، این گاگ مگاگ یا عجوج و معجوج به فرم‌های مختلف، عناوین مختلف ظاهر شدن و این برنامه رو، این صحبت‌های شما رو که من دارم گوش می‌کنم، به این نتیجه می‌رسم که آدم باید بره توی یه نمی‌دونم جزیره‌ای، یه صحرایی، یه دشتی، یه جایی خودش رو ایزوله بکنه، اصلا دیگه با هیچ کسی مرتبط نباشه، چون واقعا خطرناکه. ولی یا این که باید واقعا سلکتیو باشه، یعنی خیلی مواظب باشه به چی داره گوش میده، با کی داره در واقع، چه کسی شده براش الگو و از چه کسی داره بوت میسازه، به چه تحلیلگری داره گوش میده. تمام اینا چیزایی هست که در روز و در زندگی روزمرگی ما داره اطلاعات نادرست میریزه تو وجود ما، سم میریزه تو وجود ما گاهی و در واقع خطرناک میشه. خب اینو، این توانایی رو خیلی از انسان‌ها ندارن و بهشون حق میدم. سخته. الان شما تو فضای مجازی توجه کنین، می‌خوایم بریم ببینین که یه شبکه‌ای رو، حالا یه کلیپی گذاشته اونجا. خیلی از این شبکه‌ها 10 تا 9 تا دروغ میگن، یه دونه راست میگن. حالا این شخص اومده همون راستی رو که این گفته گرفته و 9 تا دروغش هم باور میکنه. همین این الان خیلی مشکل شده که مردم تمیز بدن چی درسته چی غلطه. این خیلی سخت شده، این موضوع تشخیص و تمیز دادن از بد از خوب، درستی از نادرستی، حق از ناحق، خیلی سخت شده آقای دکتر. بله درست. حالا در هر صورت من خوشحالم که شما میگین که مرکز این، حالا بگیم فلسفه، این مکتب، این جنبش، این جریان، شما دارین میگین تشیعه. پس اگر تشیع در فرمی که هست و از اسلام ناب اومده، هر کسی بخواد بیاد این رو تغییر بده، داره اشتباه و غلط فاحش میکنه، درست؟ بله. خب دست شما درد نکنه. من در هر صورت برای مهم بودش که دیدگاه شما رو، که شخصی هستیم بسیار مطلع و پژوهشگر و شما میبینین که زیر برنامه ها بینندگان خواص ما میان خیلی مطالب مینویسن و کسانی که عمق موضوع رو گرفتن و فهمیدن که بابا دنیا دست کی هست، ما کدوم راه رو باید بریم، میبینین که برای شما پیام های خیلی قشنگی میگذارن و من هم لذت میبرم وقتی اینا رو میبینم و بسیارم خوشحالم که شما در این برنامه شرکت میکنین و ما رو راهنمایی میکنین. من بارها در برنامه گفتم عزیزان من، خیلی چیزا بین زمین و آسمون هست که برای اینکه برای ما جا بیفته ما باید باز باشیم، فکرمون، ذهنمون باز باشه برای قبول چیزایی که تا حالا نمیدونستیم و نمیخواستیم بدونیم. برخی آدم ها هستن که خودشون رو به خواب زدن، اونا رو خب ما نمیتونیم بیدارشون کنیم، اون کسانی که خودشون رو به خواب زدن و تعدادشون هم تو فضای مجازی زیاده و از همونا که حامی این شخص هستن، از اونا متاسفانه تعدادشون زیاده، متاسفانه و بدبختانه. و چیزی که من میخوام بگم اینه که توجه بکنین، حواستون باشه، از هر کسی بت نسازین، هر کسی رو فکر نکنین که این اومده داره الان تمام حقایق دنیا رو داره به شما
میگه تزریق میکنه تو مخ و مغز شما، این درسته. خودمون در این دور زمانی که داریم زندگی میکنیم ما وظیفه داریم، مسئولیم که چه خوراکی به مغزمون میدیم. با توجه بکنیم، حتی حرفایی هم که ما داریم میزنیم باور نکنین، خودتون برین یه خورده تحقیق کنین، خودتون برین عقل سلیم رو به کار بندازین. حرف من اینه با شما عزیزان من، نیاین زیر برنامه بنویسین که حالا من دشمن اون شخص هستم یا بهش حسادت میکنم. آخه این چی داره که من بخوام بهش حسادت بکنم؟ یک گذشته بسیار بسیار تاریک، تیره و تار، و همین حالشم حرفایی که میزنه واقعا میبینم که چقدر این شخص بیعقله، چقدر سطحیه و چقدر نادان هست. در هر صورت حواسمون رو جمع کنیم و مسخ یک جریان و یک شخص و اینا نشیم، این خطرناکه. اینو بهش میگم فرقه سازی، من اسمشو گذاشتم فرقه سازی. در این دور زمونه هم خیلی آسون اشخاصی که مهره مار دارن و میتونن یک کسی رو جذب بکنن، بیننده جذب بکنن، خیلی آسون میتونن فرقه بسازن و ما در ایران از این فرقه ها اندازه کافی داریم و اندازه کافی هزینه رو دست نظام گذاشتن و ایجاد اغتشاش و آشوب و فتنه در جامعه ما کردن. دیگه ما فرقه های دیگه ای رو نمیخوایم، باید حواسمون رو جمع کنیم. آقای دکتر، شما میتونین جمع بندی کنین تمام اینایی که گفتین، یه چند دقیقه جنبندیش کنین که از برنامه گذشته و از این برنامه. حالا در چند تا خط که ما داستان ذوالقرنین یا موضوع ذوالقرنین در قرآن یک موضوع آخر از زمانی، خود قرآن اشاره کرده که به هر حال داستان سد ذوالقرنین و یعجوج و مأجوج که همین فرهنگ غربی، فرهنگ آنگلوساکسونی هست و شکلی که بروز و ظهور این زمانه تغییر کرده. ما بین دو تا کوه قرار داریم، یکی جمهوریت و یکی وحدانیت خدا، و این وسط باید یه سد خالی هست، یک مجرای خالی هست که باید با یک سدی که از عقیده و ایمان قوی پر شده باشد پر بشد. اگر نشد این یعجوج و مأجوج میگذرن و روح و روان ما و جامعه را نابود میکنن.